همین اولش بگم میخوایم رپرهای نسل 5 و 6 و 7 و 8 و 9 حتی رپرهایی که نوزادن رو با همدیگه مقایسه کنیم ببینیم اصلا اینا چی دارن میگن. پس مثل همیشه بابا خان هستم و اوزا. یه زمان رپر داشتیم، بعدش رپرها اومدن گفتن ما اینا رو معرفی میکنیم، بعد این مدت یکی اومد گفت ما رپر نسل 3، بعد شد 4، بعد شد 5، بعد سنا هم یاد پایین ها، نه که مثلا همسن اونا میان وارد بازار میشن. الان مثلا نسل 8 و 9 هنوز تو شکم مادرشونن، ولی میدونن اونا رپرهای نسل 9 و 8 هم مثلا لگد میزنن تو شکم مادرشون، میگن بگی که اومد ما یه رپر خلاق داره میاد. رو دارم میگم که بگم نگاه کن، آره مو به رپرها کردیت اینو میدم که گناه دارن، انترتینمنت ما رو، سرگرمی ما رو فراهم میکنن، اما شاید اون پول تو حسابشون نمیره. اینو باید خاطر نشان کنیم همین اول بحثا، چون موقعی که ما داریم رپ ها رو گوش میدیم رپرها یک جوری رپ میخونن که انگار ننه بیل گیتس رو گاییدن، یعنی از نظر پولی، از نظر مهمونی هایی که میرن در سطح بالایی از جهان، یعنی اون تکس مهمونی خواننده های ایرانی رو اگر بخوای ترنسلیت کنی به انگلیسی، نشون تایگا، 50 سنت، کریس براون، هر مهمونی کنه لس آنجلسی و نیویورکری نشون بدی میرینه به خودش، میگه ما این کارا رو کجاست مهمونی ما هم بیایم. من بگم یعنی پول زیادی نمیگیرن اما توهمات زیادی رو دارن. حالا همین این دوتا برای ما تفریح دیگه، اینی که گوش میدیم چی میخونن لذت بخشه. باید خود رپر مهمونی آنچنانی نره، اما قدرت خیلیو داره که از مهمونی های آنچنانی بخونه و منی که مخاطب هستم این آهنگا رو تو مهمونی هام بذارم و مطمئنم آهنگاشون تو مهمونی های گذاشته میشه که خود خواننده تا آخر عمرش هم نخواهد دید. در حال یک ابزاریو داره فراهم میکنه دیگه، دمشون گرم، ولی پوله فعلا نیومده. آره یکم تو اسپاتیفای و ساوندکلاود تو... مگه چقدر اگر خوانندگی داشت باکس نمی اومدن یوتیوبرشن، اگر رپری داشت، اگر اجرا داشت، اگر کنسرت‌ها اوکی بود پولش نمی اومدن تو یوتیوب کلیپ بسازن، طرف نمی اومد لباس زنونه بپوشه تو یوتیوب، طرف نمی... بابا رپر نسل 5 میگه من گنگسترم، ولاگ عروسی خود و زنشو گذاشته. خب بذاریم برگردیم به همون نسل 5. من دو تا رپر رو دیدم به نام آشنا و مشکی، بچهای خوش سن و سالی هستن. میخوام اینو بگم وقتی که میکروفون رو میدین دست بچه سال، همینه دیگه، یعنی تا دیروز میرفته به ناظم مدرسه میگفته آقای محمدی تو صف آبخوری منو انگوش کردن، الان موقع دیس و دیس بک میگه تو سیاسی خوندی مشکی، بذار من چهره تو نشون بدم بیام بگیرنه. این رپر ما سمپاینا مثلا 19 20 ساله موقعی که بزرگ میشدن ما تو ذهنم این بود که ایول اینا از بچگی 5 6 سالگی بهرام و هیچ کس و ابلیس رو میشنون، 15 16 سالشون بشه سطح رپ ایران عوض میشه، چون از بچگی با رپ بزرگ شدن و تو مغزشون اون کلمه دیدم ریدن. چون نگاه کن یعنی اینا دو تا رپرن دیگه، آشنا و مشکی. این میخواد اونو دیس کنه میگه تو کونی هستی، اینم میخواد اونو دیس کنه میگه تو هم کونی هستی. این فاس خودش کونی بازیه. قبول کن یکم بیاد بریم با چند تا دختر صحبت کنیم، بریم دوتا زید بگی، یعنی حداقل اون آهنگ های خارجی رپ رو که گوش میدید. مگه اولین دیسی که به هم اولین فحشی که میخوام به هم بدن نمیام بگن زید تو از چنگ در میاریم، یهو دیدی ندیدی با دوست دخترت خوابیدیم، کسی نمیاد به اون بگه کونی که، بعد اونم به اون بگه نه من کونی نیستم تو کونی هستی. خجالت بکشین، خجالت. آخه نمیتونم من بهتون بگم 18 19 سالتونه. بابا مگه توپاک چند سالش بود؟ مگه بیگی چند سالش بود؟ خب اونا هم 18 19 تا اون طرف تو 21 سال 25 سالگی مرده، اونا هم رد سنیشون همین بود، ولی مثلا توپاک نمیومد بگه بیگی کونیه. اینو که نمیگم چونی، چون تو وایساشو میگم کونی، میخوام صد کامل مشخص. ببخشید همه دارم فوش میدم، فقط میخوام بگم که این فاز خودش مشکل داره. آشنا این شخص که اصلا تو دیواره، یعنی رپر شدنش برای اینه که دوست دخترش ولش کرده و با دیسلاو معروف، یعنی یه رپری که با دیسلاو معروف بشه ریدم تو کریر استدیویی که این میره اونجا آهنگ ضبط میکنه. میگن اولی آهنگ چی بوده تو به عنوان یه رپی که الان رپری که داری الان دیس و دیس بک میری، میگه من زیدم ولم کرد، انگیزه شد که زیدمو دیس کنم. چیزی که زیدشو دیس میکنه میخواد قشنگتر یه آدم دیگه رو دیس کنه. بعد این مشکیمو نمیشناسمش، ولی رپش به هر حال قوی تر از این آشناست. همین که میدونه محمد
کریم پور و عرفان علیرضایی اینا حال تورن، این یعنی این شخص از هوش زیادی برخوردار، یعنی جامعهشو میشناسه، اوکیه. ولی خب سری هم بنده خدا ها ندارن. میگه مارکت بازار ایران چطوریه؟ ما اینا داریم با هم صحبت میکنیم چون واسه خودم هم جذاب دیگه. بعضی وقتا میشینیم آهنگا رو گوش میدیم و بعضی وقتا میشینیم با دوستامون در مورد اینا صحبت میکنیم. چی کار کردن، چی کار نکردن. مثلا یکی از کسایی رو که گوش میدم، این هیپاپولوژیسته، این نسل چنده؟ 4. اکثر آهنگاش میاد میگه که بچه، بعد میخواد فلکس کنه میگه زیدم زیر 18 ساله، 17 سالشه، 15 سالشه. من رپر نیستم، ولی به عنوان یک شخص نمیتونم بیام بگم که این ریدم تو فلکس کردنت، این چه فلکس؟ چرا یکی نمیاد بگه دختر 16 17 ساله بلند کردن سخت که نیست که، بگه اون 16 17 سالش نیست، بگه با ابتدایی ترین چیزها نمیشه مخشو زد، مگه نه اینکه نمیفهمه. آخه خیلی فلکس چیپیه، یعنی تو فلکسو که میکنم میگم من یه کار سختو انجام دادم. آخه مخ دختره چه؟ اصلا جدا از اینکه آندر ریج و غیر قانونیه و اگه آمریکا بود این تکسو میگفتی با تیر هدشاتت میکردن، نه اینا اصلا کارو اینا نه. چه سختی داره دختر 16 17 ساله رو مخ زدن؟ بعد چاغال میگه تو رپر نیستی، یه شخص معروفی دیگه. میدونم شاید تو فیلم مثلا صحبت ها اخبارهای درباره دیکاپریو شنیدی که دو دخترهاش بین 20 تا 25 سالن، یا کش اونها مدلن ها، اونها مثلا لیدی یونیورس یه جایی ان ها، 20 تا 25 سالم 17 ساله اونم تو ایران که بنده خدا هیچ چیزی ندیده، چه فلکسیتی داره. زیاد نمیخوام صحبت کنم، فقط میخوام بگم رپ و رپرها با تمام توهم ها که اونها ثمره اون آهنگ هاشون میشه برای ما عزیزه، ولی خیلی دیگه گوه میخورم. من میگم دو سه تا مهمونی برید حداقل. آقا یک نفر رو ما بخوام تایید کنم، نمیگم سبکش اینا، مثلا لیتو مشخصه 4 5 تا مهمونی رفته، دیده، میدونه مهمونی چطوره. چون نکن نمیخوام بحثو زیاد بازش کنم، ولی موقعی که این رپرها مهمونی میاد، تو مهمونی ها همه که رپر نیستن، یعنی میخوام بگم تو مهمونی ها بعد وقتا اتفاقاتی میفته، رفتارهای اون رپرها رو تو مهمونی ها میبینیم، اما کسی نمیتونه بیاد تعریف کنه دیگه، چون بقیه که رپر نیستن بیاد دیسش بده بگه تو مهمونی همون کسی بودی که نمیتونستی مشروب بریزی و بلد نبودی. نه میدونی، میخوام بگم که موقعی رپرها یه چیزهایی رو میخونن، اونا رو زندگی که نکردن، که مثل یک فیلم سینماییه، مثل یک سریاله، یه چیز تخیلیه که به ذهن اون خواننده اون شاعر اومده، اونا رو ریخته رو کاغذ، بس یه چیز غیر واقعیه. ما اینو میخوام بگم، نمیتونی اون آهنگو بذاری گوبس گوبس کنی، فکر کنی که میتونی مثل اون زندگی کنی، چون اون جاهشون داری زندگی نمیکنه. به نظرم همینجا کارو در میاریم، بیشتر از این اعصاب خودمون رو خرد نکنیم. فقط خب به هر حال من دیدم که این آشنا نسل 5 رپر به هم دیس و دیسبک دادن و اصلا بگم بابا این چی، چرا 5 نسل گذشته من ریدم تو دیس و دیسبکتون دیگه؟ آدم دوست دخترش ولش کنه رپر بشه، ولش کن.